Laura? Yes. I have an interview here. Can you come do the other side first, please? Okay. Thank you. سلام دوستان، امیدوارم که صدای منو داشته باشید. قرار است که آقای دکتر گیلانی اینجا به ما بپیوندن و همچنین دکتر ایمانپور. سلام به همگی، من منتظر سلام به همه دوستان، من منتظر آقای دکتر گیلانی هستم. آرمان جان سلام. سلام آقای صدری عزیزم. سلام. گرجی. سلام مرجان خانم. گرجی سلام. سلام به همه دوستان. سلام به دوستان، الان آقای دکتر باید بیان. آقای دکتر سلام. درود بر شما آقای دکتر. صدای منو دارید؟ بله. بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی خوشحالم که دوباره همدیگر رو حالا از راه دورم میبینیم و با هم قرار صحبتی داشته باشیم. بله، همچنین مایه خوشحالی ماست. خیلی خوشحالم بنده هم که شما رو زیارت میکنم مجدد. اگر اجازه بدید بنده برنامه رو آغاز کنم. بفرمایید، خواهش میکنم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نژادم به گوهر ز ایران بوده است، ز گردان و از پشت شیران بوده است. ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. با هزاران درود به تمامی مخاطبان این برنامه در سرتاسر دنیا. سپاسگزاری میکنم از برگزار کنندگان این جلسه، کانون فرهنگی ایران شناسی دانشگاه فردوسی، انجمن علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی و انجمن ایرانی تاریخ. همچنین سپاسگزاری ویژه میکنم از دکتر تورج دریایی، استاد دانشگاه کالیفرنیا، که مثل همیشه به ما لطف داشتن، و دکتر ایمانپور که در کنار بنده هم هستن، استاد دانشگاه فردوسی، که همیشه نگاه پدرانه‌ای به شاگردانش و به تاریخ ایران داره. سپاسگزاری میکنم. من با نقل قولی از دکتر شریعتی که چندان هم با تاریخ ایران میانه خوبی نداشت آغاز میکنم. دکتر شریعتی میگه در طی 14 قرن همراهی تاریخ ایران و اسلام فرهنگی غنی و گسترده پدید آمده است که در آن هیچ یک را نمیتوان از دیگری باز شناخت. فرهنگ ایرانی بدون اسلام جستن به همان اندازه محال است که فرهنگ اسلامی را بدون ایران دیدن. هدف از گفتن این قول این بود آقای دکتر، بله، که ما متاسفانه امروزه به یک درد لاعلاجی مبتلا شدیم و اون درد خودویرانگری تاریخیه، خراب کردن شخصیت‌های تاریخیه، و این خودویرانگری تاریخی یک دوگانگی در کشور ایجاد کرده که به هیچ وجه به نفع کشور نخواهد. به عنوان نمونه مثلا میشه که روایت‌هایی که از کوروش به جا مونده چندان قابل اطمینان نیستن، مثلا همین بحث روز بزرگداشت کوروش و ورود کوروش به بابل. در این در حالیه که اصلا فلسفه تاریخ غیر قابل اطمینان بودن روایاته، یعنی این غیر قابل اطمینان بودن در ذات و طبیعت تاریخه، به همان نسبت که روایات مربوط به کورش غیر قابل اطمینانند، روایات مربوط به دیگر شخصیت‌های تاریخی مثل اسکندر، چنگیز، تیمور و همه شخصیت‌های تاریخی غیر قابل اطمینانند. یعنی در واقع این طبیعیه که هر شخصی
که شخصیتش، منشش، رفتارش با دیگران متفاوته، خواه و ناخواه افسانه های گرد نام او جمع میشه. یه موضوع دیگر که من میخوام که از استادان مهمان روی اون هم مانو بدن، بحث این بود که کوروش اهل کشتن بود یا نبود. واقعیتش اینه که من اینجا میخوام بگم بله، کوروش هم میکشت. ما اگر با عینک زمان حاضر به مسائل چند هزار سال پیش نگاه کنیم، هرگز درک درستی از مسائل تاریخی نخواهیم داشت. به همین خاطره که هگل معتقده که انسانهای معمولی اصلا نباید در مورد مردان بزرگ و ملتهای برگزیده‌ای که این مردان به آنها تعلق دارن اظهار نظر کنن با معیارهای اخلاقی خود. یعنی در واقع ما باید اون قانون اخلاقی جاری رو کنار بگذاریم که بتونیم درک درستی از مسائل تاریخی داشته باشیم. به راستی انسان روزگار خارداشته ارزش‌های شه سوارانه و والا تبارانه چه درکی میتونه از دنیای کهن داشته باشه؟ انسان نازک طبع خوشخوی نرمخوی میانمایه چه درکی از زبردستان و شه سواران دنیای کهن میتواند داشته باشد؟ چه جای شگفتی است اگر میانمایگان و خامجانگان پخت جانان رو خوش ندارند؟ یا چه جای شگفت است اگر برها عقابان و پرندگان بزرگ شکاری را چندان خوش ندارند؟ این طبیعی است. من میخوام بگم که در دنیای کهن مردی که اهل رزم نبود، مردی که اهل شکار و کشتن نبود، اصلا مرد نبود و او را اصلا طرد قبیله میکردند. به قول ویلدورانت میگه مردی که دستش در خون نبود، دستش رو میذاشتن در حنا. ما امروز گرد هم آمده ایم که سر دلبران رو در حدیث دیگران جستجو کنیم. چرا که بیشتر منابع ما راجع به کورش از منابع بیگانه گفته شده. بر این اساس من در نهایت کلام خود را با نقل قولی از ماکیاول در کتاب مشهور خود شهریار به پایان میبرم و از استادان محترم دعوت میکنم که مانو بدن رو اون موضوعاتی که مطرح شد. ماکیاول کورش رو یکی از برجسته ترین و عالی مقام ترین افرادی میدانه که با استعداد و لیاقت ذاتی خود تونستن حکومت رو به دست بگیرن و او کورش رو به این خاطر شایسته ستایش و تحسین میدونه که بنیانگذار یک امپراتوری بزرگ بود، بنیانگذار یک سیستم حکومتداری ریشه‌دار و بزرگ بود و بنیانگذار یک فرهنگ و منش سیاسی بود. به همین خاطر اون رو قابل ستایش میدونه و میگه باید سرداران و سیاستمداران بیان ازش مشق و الگو بگیرن و نمونه های مثال های از سرداران روم هم میزنه که از کورش مشق گرفتن، الگو قرار دادن و چقدر برای اونها افتخار و محبوبیت به دست آورد. با سپاس از شما آقای دکتر تورج دریایی، شما به عنوان مهمان برنامه ابتدا از شما درخواست میکنم که روی سوالاتی که مطرح شده، مثلا بحث این که اصلا جدیدن بحث های مطرح هست که اصلا کورش وجود خارجی داشته یا نداشته، در منابع اشاره شده یا نشده، اینا ما تاریخی ها میدونیم ولی خیلی ها اینها رو نمیدونن. رفتار کورش نسبت به ادیان، نسبت به یهودیان و بحث این حقوق بشر، یا این که مثلا کورش در شهر کشته میشه چطور اون رو در پاسارگاد میارن در اون دنیای کهن، اینها سوال هاییه که مد نظر، یا اینکه چرا مثلا نام کوروش در شاهنامه نیامده، که من از شما و دکتر استاد عزیزم دکتر ایمانپور که الان گرچه تکیه بر جای بزرگان نتوان کرد به گزاف که من نشستم، اما به قول فردوسی جوانان خردمند و دانشپذیر سزد گر سخن گوین در جوار و کنار پیر، که شما پیران این عرصه هستید، من جای خودم رو به دکتر ایمانپور میدم با پوزش از شما. خواهش میکنم. من تشکر و متشکرم که برنامه رو آغاز کردین. اولین که من باید بگم که در مقابل دکتر ایمانپور که متخصص تاریخ هخامنشی، یه مقدار عجیبه که من دارم اینجا به عنوان مهمان صحبت میکنم. قاعدتا اقلا دکتر ایمانپور سوادش به مراتب بیشتر از منه درباره تاریخ باستان و به خصوص تاریخ هخامنشی، ولی خب چون لطف کردن از اینجا و از دانشگاهی که دوست دارم، دانشگاه فردوسی که یک بارم مهمونشون بودم، باعث افتخاری که اقلا اون چیزی که من میبینم و دیدی که حالا در خارج از ایران متداوله به عنوان یک تاریخدان حالا دوره قدیم دربارش صحبت بکنم. سپاسگزارم. نظر لطف شماست آقای دکتر ایمانپور. بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام، داریم خدمت استاد عزیز، دوست گرامی. بازم جای قدردانی هست، لطف کردین این فرصت دادین که در خدمتتون باشیم. در هر حال در خدمتتون هستیم، مثل همیشه انتظار داریم که بالاخره از فرمایشات شما استفاده کنیم تا بعد ببینیم نوبت ما. آقای دکتر، این که تعارف که نیست که، شما متخصص تاریخ هخامنشی هستید و من نیستم، برای همین خب یه مقدار جابجایی این مسئله جالبه که شما باید در حقیقت صحبت بکنید که بعداً دانشجو اونجا میگن نه این حقیقت، اصلا تعارفی هم درش نیست، خیلی رک و مشخص هستش از کارتون. ولی آقای دکتر گیلانی از من یه سری مسائلی رو پیش آوردن که من نمیخوام به حاشیه چیزی کشیده بشه، چون من میخوام راجع به کوروش صحبت بکنیم، ولی خب این حواشیش هم خیلی بیشتر در مملکت خودمون متداول هست و من در عجبم در مملکتی که یک همچین فردی زاده شده که یونانی ها، یهودیان و دیگران در طول تاریخ ازش یاد کردن به نیکی، چگونه فرزندان مملکت خودمون سعی میکنن تیشه به ریشه خودشون بزنن. این واقعا جای تعجب هستش. ما میتونیم بله با منابع و افراد تاریخی کاملا کریتیکال برخورد بکنیم، اون کاملا مشخصه، کار تاریخدان این هست، ولی اینکه بخوایم کاملا نفی کنیم چیزی رو، مثلا آیا کوروش وجود داشته، این ببینید هیچ تاریخدانی که تاریخدان دنیای باستانه هم که شما میذارید آقای دکتر در دنیا همچین چیزی رو نمیگه، نرف نمیکنه، برای که مشخص طبق منابع متعددی که داریم که کوروشی بوده و کتیبه هاش هست، هم کتیبه های تازه که در اور هست، کتیبه بورسیپا هست، انواع اقسام جاها. این من فهم میکنم این بیادبی نباشه، این یا حاصل کم سوادی یا کاملا شاید مسائل سیاسی باشه که اون هم از بیسوادی سرچشمه میگیره. این اصلا ربطی به میدونید به مسئله موضوع تاریخ نداره. البته من میفهمم در یک دوره چنان کوروش بزرگ شده که در قبالش سعی میشه که اون رو بیاره پایین، ولی به عنوان یک تاریخ ما باید این دو طرف رو بشناسیم، ولی اصلا ربطی نداره به مسئله کوروش، کسی که مقبرش در پاسارگاد هستش و همه جا ازش به نیکی یاد میشه. برای همین من صحبتم رو اینجوری آغاز میکنم و حالا در خدمت شما هستم آقای دکتر. خب بفرمایید، در خدمتتونیم. شما در رابطه با سوالاتی که فرمودن، حالا اگر نکات کلی داریم بفرمایید. بله. ببینید مسئله دیگه اهل کشتن هستن یا نیستن، این ببینید این سوالهایی است که اصلا یک تاریخدان این دوره از همچین چیزی نمیپرسه. یک نفر که جنگجو، یک پادشاه که کشورگشاست، قاعدتا در جنگ ها شرکت میکنه، قاعدتا افراد کشته میشن. اما چیزی که راجع به کوروش مهمه و اینکه نه چون من ایرانی ام اینجا دارم میگم، این چیزی که تاریخدان ها میگن و منابعی که درباره کوروش صحبت شده اینه که ببینید موقعی که ما تا زمان آشوری ها، درست ما میدونیم ایدئولوژی سلطنت و کشورگشایی آشوری ها و بابلی ها چگونه هست، کتیبه هاشون هست، سنگ تراش هایی که وجود داره، همه حکایت از این میکنن که میخوان قدرت و جوری که بلایی که سر دیگران میارن رو نمودار کنن، درسته؟ مثلا پادشاه ایلام که سرش داره که بریده میشه و آویزون شده در کاخ آشور، درسته؟ یا بابل، یا مردم رو جوری که حالا باهاشون رفتار میکنن. شما درست با اومدن هخامنشی ها کاملا یک دید دیگه ای رو میگیرید و این سوال اینه که چرا که ناگهان نه تنها کوروش در تمام متون به عنوان یک نفر که رهایی بخش بردگان، مسالمت آمیز با تا اونجایی که ما میدونیم برخورد میکنه با افراد، مذاهبی که مردم دارن مغتنمه براشون، به اونها هیچ فشاری نمیاره. اینو در دوران داریوش هم ما میبینیم که داریوش معروفه که میگه به هر حال در صحبتی که میشه در دربار که هر کسی سنتش برای خودش مهمه،
این هم یک دلیل دیگه مهمیه که من فکر میکنم که تاریخ‌خوانان صحبت میکنن که چرا اینقدر ما رد پای پارسیان یا ایرانیان رو در حالا بین النهرین و جاهای دیگر در زمان حکومتشون نمیبینیم، در صورتی که مثلا موقعی که یونانیان میان به کار با اسکندر یا حتی اعراب، چرا زبون اونها داره اجحاف میشه به افرادی که اونجا هستن و سنتشون؟ برای اینکه در سنت ایرانی از زمان کوروش به بعد ما این تسامحی رو برقرار میکنیم که هر کسی به سنت خودش برقرار هستش. من این رو میتونم در اشکال مختلف اینو بازگو کنم از زمان کوروش، که به هر حال منابعی که دربارش نوشته شده ما کاملا این رو که نه تنها میدونیم. شما به این موقعی که کوروش شروع میکنه به گرفتن فلات ایران و کشورگشایی، ما میدونیم که خب پادشاهی ماد پادشاهی شاهنشاهی که برقراره مستقره و با اونها باید جنگ بشه و شکست بدن. ولی موقعی که به سمت گرگان و فلات ایران کوروش میره پس از شکست اسکیاگ، شما میبینید که در حقیقت هیچ نوع رزیستانس یا جلوگیری ازش نیستش در فلات ایران. این خیلی جالبه. چرا در خود فلات ایران کوروشی که داره میره هیچ کس نمیاد که باش بجنگه؟ جنگ خب با پادشاهی ماد بوده و بعد با بابل، با لیدیه و بعد بابله، درست، پادشاهانی که انیرانی یا غیر ایرانی هستن. منظور از صحبت من اینه که نه اینکه بگم ما حتما یک ایران واحدی وجود داشته، ولی یک تفکر، یک هویت ایرانی وجود داشته. من فکر میکنم که موقعی که کوروش اونجا میره یک ایرانی میبینن و اونو قبول میکنن. موقعی که ایرانی با یک پادشاه غیر ایرانی حالا یا مردم غیر ایرانی روبرو میشه، جوری با تسامح و تساهل باهاشون رفتار میکنه که اونها هم بهشون اجازه میده و میذاره با آرامش، آرامش نسبی. درسته، ما هیچ وقت نباید یادمون بره که یک شاهنشاهی یا یک امپراتوری همیشه خیلی زیبا میتونه جلوه کنه، در قبالش میتونه کارهای خشنی رو انجام بده. ما اینجا برای اسطوره پردازی که نیومدیم، ما تاریخ دانیم. درسته، و ولی اونها هم تونسته تا حدود زیادی زیر چتر خودش بیاره و این بسیار مهمه. و این در راستای این هویت ایرانی من همیشه راجع به این مسئله صحبت فکر میکنم، نه تنها کشورگشایی کوروش در فلات ایران که مسالمت آمیزه، شما حتی روی سکه های داریوش برای من همیشه خیلی مهمه. موقع که این سکه ها ضرب میشه، شما در فلات ایران فقط یک سکه واحد دارید، داریک در ساتراپی های پارتیا و ساکستان و اینا همه یک نوع هستش. شما از دجله که به سمت غرب میرین، شاهنشاهی اجازه میدی که شما سکه بزنید که ارتباط پیدا کنه با اون منطقه، مثلا فنیقی ها، درسته، کشتی هستش، نماد دریانوردی فنیقی ها در اون ور ساتراپ پارسی، یعنی یه دوگانگیه یا شاهنشاهی و شاهی محلی هستش که باز اجازه میده اونا خودشون اکسپرس کنن، بیان کنن که چه فرهنگی دارن. جالبه که ما از شرق دجله به اونور سکه هامون واحده. این برای اینه به نظر من که یک هویت ایرانی وجود داره که هیچ نوع ضدیت هم با این سکه نداره که یک پارسی رو نشون میده با کمانش. و این من فهم میکنم خیلی مهمه از لحاظ هویتی و کاری در دوره کوروش و تا دوران داریوش. من فکر میکنم و این هویت بیشتر و بیشتر داره منسجم میشه. فهمم دکتر شهبازی هم تا حدودی در این باره صحبت کردن، تا میرسیم به دوران بعدی که واقعا کشوری با مرزهای به خصوص ایران به وجود میاد در قرن سوم میلادی. پس آقای دکتر مخای، پس یک مقدار ما ادامه بدیم، دوباره در ادامه اگه وقت بفرمایید. بله، خدمتتون هستیم. بفرمایید. من ابتدا مجددا خیر مقدم میگیم خدمت آقای دکتر دریایی، دوست و همکار عزیزمون، که لطف داشتن همینطور که خدمتتون گفتم بارها پذیرفت دعوت ما رو، و همینطور انجمن ایران شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن علمی علوم سیاسی و انجمن ایرانی خراسان، در واقع شعبه خراسان که مسئولیتش رو به عهده داریم، از خودمون
در واقع تشکر کنیم و همینطور از شنوندگان عزیز که تعداد زیادی هم هستن. من بحث رو با یکی دو تا مقدمه شروع می کنم که آقای دکتر گیلانی هم اشاراتی داشتن. اولا این بحث ما خب بحث قرار نیست بحث سیاسی باشه، یعنی کاملا یک بحث علمی، اکادمیک و تاریخی هست. علتش هم این هست که خب متاسفانه همینطور که گفته شد امروز در ایران به دلیل سیاسی کردن تاریخ، سیاسی دیدن تاریخ، ایدئولوژیک کردن تاریخ در واقع باعث شده از جمله شخصیت‌های بزرگی مانند کوروش بزرگ این چندگانگی به وجود بیاد که خب آسیب‌های زیادی هم میتونه به هویت جوان‌های ما بزنه. یعنی در واقع از یک طرف ما نگران هویت جوان‌ها و تهاجم به اصطلاح فرهنگی هستیم، از یک طرف می‌خوایم تاریخ خودمون رو انکار کنیم، شخصیت‌های تاریخی خودمون رو انکار کنیم. البته خب در همین رابطه وقتی که بحث تاریخ یا بحث علمی تاریخ گفته می‌شود، همینطور که اشاره شد قرار نیست که ما بر اساس ارزش‌های امروز درباره گذشته قضاوت کنیم، زمینی که ما در مورد ارزش‌های مثلا 2500 سال گذشته هم دانش زیادی نداریم. البته ما اسناد و مدارک زیادی در مورد موجودیت پادشاهی هخامنشی یا امپراتوری هخامنشی یا شخصیت کوروش داریم، از جمله اسناد خود ایرانی، کتیبه‌های پارسی، کتیبه‌های اکدی، خصوصا بابلی‌ها نبونی دینا که خیلی صریح دیگه همه مسائل رو مطرح می‌کنن، منابع ایلامی، نوشته‌های ایلامی رو داشت به صراحت داریم، منابع عبری از جمله تو تورات به تفصیل خوب بحث شده، منابع غیر نوشتاری از جمله همین آثار عظیم پاسارگاد پرسپولیس، اینا خوب بیانگر در واقع اون واقعیت‌های تاریخی هست که نمی‌شود شخصیت کوروش رو در واقع انکار کرد. حالا اینهایی که این سخنان رو میگوین خب دلیلش این است که اونها سیاسی میبینن یا ایدولوژیک میبینن مسائل رو، زمینی که اصلا حتی بعضی ها که به اصطلاح یک دانشی هم در رابطه با تاریخ دارن به دلیلی که نگاه تاریخی ندارن یا در واقع تاریخ رو به اون مفهومی که علمی ببینن نمیبینن، این باعث شده که خب به رغم همه این اسناد و مدارک اینها رو انکار کنن. به عنوان مثال بعضی ها میگن که خب حتی شما میگین منابع اکدی، خب اونا رو خودشون ترجمه کردن، دروغ ترجمه کردن برای ما مثلا. خب یک سوال ساده این هست که اگر ما بخوایم همه اینها رو انکار کنیم، پس همه تاریخ دنیا رو، تاریخ جهان رو، بالاخره مثلا تاریخ ایران کمبریج، تاریخ قدیم کمبریج، تاریخ همه کشورها، چنین چیزهایی رو همینها نوشتن، در واقع یا باید همه اینها رو انکار کنیم یا حتی دیگر دانشهای اینها رو هم باید انکار کنیم. من که اینها در اون حدی نیست که بخوایم پاسخ بدیم، ولی در مجموع ریشه همه همین هست که اولا اینها دانش تاریخی ندارن، همینطوری بر اساس ارزشهای امروز دارن به گذشته نگاه میکنن، این یک مسئله هست. و دیگر اینکه همینطور گفتم حتی اگر هم دانش تاریخی کمی هم که باشه، باز ما نمیتونیم در رابطه با گذشته بر اساس ارزش‌های امروز بخوایم قضاوت کنیم. بله. حتی من در بحث دیگری هم که جناب عالی تشریف داشتی به عنوان مقدمه بحث سقوط ساسانیان یک اشاره داشتم، زارن جلسه دیگری بود شما تشریف نداشتی، من گفتم الان وقتی بحث سقوط ساسانیان گفته می شود یک فرضیه رو کریستنسن مطرح کرد، بحث طبقاتی بودن جامعه ساسانی، ظلم روحانیت، ظلم پادشاهان، مثلا اینها باعث آسیب شد، باعث به اصطلاح چندگانگی و نارضایتی مردم و استقبال از اعراب. به عنوان مثال در همون جلسه گفتم حتی ما معنی
ظلم رو نمیدونیم با ظلم در اون زمان رو با ظلم به این مفهوم امروز بخوام تفسیر کنیم. اصلا طبقه وقتی میگیم ما داریم با نگاه امروز که حالا قرن 21 هست، بحث طبقات و بحث آزادی و دموکراسی و چیزا هست، حقوق بشر و حقوق بنیادین اینها هست، حالا مثلا بخوام در مورد طبقات سخن بگیم، در حالی که اونها یک امر پذیرفته شده ای بود، مثلا بحث نظام سلطنت یک امر پذیرفته شده ای بود، قداست پادشاه یک امر پذیرفته شده ای بود، اصلا از نگاه اونها اینها ظلم تلقی نمیشد که حالا بگیم علتش مثلا سقوط این بود. حالا در مورد همین مسائل میخوام بگیم وقتی که ما با ارزش‌های امروز دیگه نمیتونیم بدونی که شناختی نسبت به گذشته داشته باشیم قضاوت کنیم. این یک نکته. حالا پس اگه بخوام به سوالات آقای دکتر گیلانی برگردیم، در مورد خب بحث این که تاریخ هخامنشی انکارش که خب گفتیم اصلا جای بحث نیست، یا خود کوروش جای بحث نیست، اینها خب مسخره است. اصلا واقعا باعث خجالته، باعث خجالت یا بیسوادیه یا جبهه‌گیریه، باعث خجالته در جهانی که اکثرش که دانشگاهی درش هست یک همچین فردی رو و خود نویسنده‌های یونانی که با ایرانی‌ها در جنگن به عنوان یکی از مسالمت‌ترین پادشاهان دوره باستان و داناترین پادشاهان دوره باستان در باره صحبت می‌کنن و ملت خودم یک سری آدم دارن علیه حرف میزنن چون مشکل سیاسی دارن حالا با یک رژیمی یا یک گروهی، باعث خجالت خواهد هستش. بله. باز نکته بعدی در مورد مثلا همین بحثی فرمودن ایشون جنگجو بود، جنگ میکرد، کشتار میکرد، ایشون هم پادشاه خونخاری بود. همین اخیراً یک کلیپی دیدم، یک آقایی با یک شور بسیار شدیدی داشت به اصطلاح میخواستن ثابت کنند که اصلا ایشون فرد خونخاری بوده و داستان جنگ ماساژت ها و کشته شدن ایشون و بعد اینکه اون ملکه ماساژت ها ایشون سرش رو در درون خون برد و گفت که حالا خونخار خون بخورید. منظور با یک، حالا بگذاریم که ایشون فقط یک روایت رو میگفت، روایت های مختلفی رو، یا اینکه اصلا ایشون جنازه رو که چطوری میتونستن از راه دور بیارن و یا اصلا پاسارگاد مثلا وجود یک معبد یونانی هست به عنوان مثال، در حالی که خب همینطور که میدونیم، میخوام بگم که در مورد بحث اول در این که امپراتوری، من بارها به دانشجوها گفتم امپراتوری که بالاخره با ماچ بوسه که درست نمیشود، اهلا و سهلا و خوش آمدید که نیست، با جنگ هست. در این که یک امپراتوری با شمشیر به وجود میاد، ولی در این حال همه رفتارها یا سیاستها یکسان نیست. ما آشوریان رو داریم، بالاخره امپراتوری میشه گفت تا مدیترانه رسید، تا شمال آفریقا رسید، تا زاکروس رسید مرزاش، ولی جز خشونت و خون چیزی نبود. به عنوان مثال همون، من همیشه اون کتیبه مشهور آشوربانیپال رو ذکر میکنم، ایشون افتخارش این هست که 28 روز راه رو، حالا مسافتش رو حدود 700-800 کیلومتر متوسط اگه بگیم در میاد، میگه که هم هیچ موجودی رو زنده نگذاشتم و حتی در آخر میگه بر سرزمینشون نمک پاشیدم که تا حتی گیاهی نروید. خب ما بله امپراتوری داریم، پادشاهی داریم با اون ویژگی، ولی خب امپراتوری هخامنشی هم طبیعتاً با جنگ شکل گرفت. ولی خب کوروش از پادشاهانی هست که با درایت خاص جایی که لازم باشد می جنگد، جایی که لازم باشد با مصالحه بدون خونریزی انجام می داد. همون موارد که شما اشاره فرمودین در سرزمین های شرقی، به دلیلی که اونها هم بخشی از همون مهاجرین آریایی ساکن بودن، از نظر حالا ایرانی بگیم یا قوم آریایی بودن، بالاخره به دلیل قومی به هم نزدیک بودن، طبیعتاً قرار گرفتن در تحت پوشش امپراتوری
برای اونها به نفعشون بود. خب طبیعتاً جنگ شدیدی لازم نبود، به راحتی فتح شد یا تسلیم شدن یا بالاخره بخشی از امپراتوری شدن. ولی خب مثلا آسیای صغیر دلیل حضور یونانی ها که بالاخره اونها هم خودشون رو دارای سابقه و تمدن میدونستن، برایشون سخت بود بپذیرن حاکمیت قوم جدیدی رو. طبیعتا اونجا با جنگ های شدید همراه هست، با خونریزی همراه هست، در این تردید نیست. ولی وقتی که باز مثلا به بابل میرسد، خب وقتی که مردم تسلیم میشن یا به یک نحوی استقبال میکنن، در اینجا دیگه با اون درایت خودشون کوروش ضرورتی به جنگ و نبرد نمیبینه و با همون صورتی که در استوانه مشهور ایشون آمده، در روایت های دیگر آمده، خیلی با صلح فتح شد. پس در این که بله، کوروش هم مثل بقیه پادشاهان جنگیده، اهل جنگ بوده، اهل رزم بوده، امپراتوری بدون جنگ شکل نمیگیره، ولی در این حال تفاوت هایی هست. اون بحثی که ما در واقع با بعضی از این منتقدین شدید یا سرسخت داریم همین هست. بحث این هست که شما اگر بر اساس ارزش های امروز بخواید نگاه کنین، مثلا خب طبیعتا همه چیز زیر سوال هست. اصلا همه انسان ها، زندگی بشر، یعنی از خورد و خوراک گرفته تا زندگی به اصطلاح نظام های سیاسی، همه تا چند سال گذشته همش باید زیر سوال بره. ولی بعد وقتی که از نگاه تاریخی ما میخوایم بررسی کنیم، بحثمون این است که ما ضمنی که نسبی هست، شناختی که میتونیم به دست بیاریم از نظر ارزش ها نسبی هست، ولی در همون نسبی بودن وقتی مقایسه‌ای بشه، همون مثالی که زدم وقتی آشور با نیپال مقایسه بشه با مثلا استوانه کوروش، اونجا هست که ما اون نکته‌ای رو که باید به یک نحوی حالا افتخار کنیم یا حداقل خوشحال باشیم بالاخره بنیانگذار این سرزمین که امروز بالاخره بعد از 2500 سال حاصل همون به اصطلاح کوشش ها و قربانی دادن ها و کشتن شدن ها در واقع هست که تا امروز باقی مونده. از این جهت وقتی نگاه تاریخی داشته باشیم با زمان خودش مقایسه کنیم، خب در اونجا میبینیم واقعا تفاوت زیادی بین سیاست های کوروش با فرمان روایانی که همزمان هستن یا سالهای قبل از اون یا بعد اون هستن. لذا میبینیم ایشون با سیاست خاصی تونست امپراتوری رو در اون زمان بنیانگذاری کنه که بعد داریوش و کمپوچیه، بعد داریوش گسترش دادن که از هند تا شمال آفریقا، از مدیترانه به اصطلاح تا سن، از دریاچه اورال تا جنوب خلیج فارس، همه اینها رو دربر میگرفت و یه از یک مدیریت منسجم و واحدی هم برخوردار بود که باز تا اون زمان کمتر دنیا بر خودش دیده بود، اون نظم و انضباط و انسجام و که ما شاهد هستیم. لذا از این جهت بحثمون این هست که بله، کوروش هم شخص مقدسی نبود، پیامبری نبود، بالاخره مثل بقیه فرمان روایان، مثل بقیه پادشاهان، ولی سیاست مداری دانا بود، هوشمند بود و میدانست در کجا و با توجه به شرایط تصمیم بگیره. و اون و از طرفی نوع مدارایی که ایشون با ادیان مختلف داشتن واقعا این قابل توجه هست. یکی از مسائلی که ما باز به عنوان معلم تاریخ میدونیم، یکی بعد از هر جنگی یا کشورگشایی ها، برای که اون قوم فاتح، اون قوم مغلوب رو آزار بدن و بیشتر آسیب برسونن، ویرانی معابد هست. همون کاری که باز آشوربانیپال در ویرانی معبد چغازنبیل داره که حتی میگه استخونهای مردگانشون رو در معرض آفتاب قرار دادن، چیزی که به شدت آزار دهنده بود برای مردمی که باور داشتن باید این اتفاق نیفته. ولی خب کوروش بعد از فتح بابل دستور میده که
حالا به اصطلاح گذشته بت‌ها رو یا خدایان رو برگردونن به معابد اولیه، که البته نبونید به خاطر شاید آسیب نرسیدن اونها در بابل جمع شده بود و حتی دستور بازسازی اینها رو بده. این خیلی تفاوت هست واقعا در اون عصر، حتی با معیارهای امروز رفتارهایی که در همین سالهای اخیر مثلا در همین سوریه دیدیم و در همین کشورها متاسفانه حتی با معیارهای امروز هم قابل مقایسه نیست. لذا اینها رو دیگه نمیشود انکار کرد. حتی بعضی وقتا من به دوستان میگم شما ممکنه به گفته مرحوم خواجویان انقلت کنین، بگین که کوروش دروغ گفته، این کارا رو نکرده، یا مثلا در فتح بابل گفته مردم به استقبال آمدن نیامدن، یا گفته نکشتم ولی کشته. من بحثم اینه که همین که ایشون این اصل رو پذیرفته که کشتن بده و حتی آمده دروغ هم که گفته، این نشون میده که در اندیشه این فرد بالاخره کشتن کار درستی نبوده، هرچند که ممکنه کشتن اتفاق افتاده باشه. لذا از بودی نگاه کنیم میبینیم که قابل مقایسه نیست. لذا از این جهت تردیدی نیست که خوب شخصیت ایشون به عنوان بنیانگذار این کشور یا این سرزمین در واقع تفاوت عمده با بقیه داشته. منم فکر میکنم آقای دکتر یه دلیلش ممکنه برگرده به جایی که به دنیا آمده. حالا این مقدار نکات تاریخیش هم ما درباره صحبت کنیم. شاید من مقایسه به جایی نذارم، اینجا نداشته باشم، ولی ببینید کوروش ما حدودا فکر میکنیم در سال 600 قبل از میلاد در انشان یا همون تپه ملیان به دنیا آمده، جاییه که درست در مرز تمدن بین النهرینی هست، فرهنگ غالب ایلامی است، درست انشان و شوش پایین و انشان بالا، و قوم ایرانی یا پارسی و دیگر ایرانی ها که در شرقش هستن و اون هستش. یعنی یک چند فرهنگی وجود داره که من فکر میکنم کسانی که در مناطقی که چند فرهنگ است بزرگ میشن به مراتب با ادیان مختلف با دیدهای مختلف بسیار راحت تر عجین میشن و بهشون در حقیقت باشون کنار میان. من فکر میکنم تپه ملیان یا انشان اون منطقه‌ای که چند فرهنگ رو پذیرا بوده و داشته و ما از اسمایی که از حالا الوا اومده میبینیم که هم ایلامی داریم احتمالا ایرانی و به هر حال بین النهرینی هم هستن، حالا چه جنگ بوده کشمکش و رفت و آمد، و اون نقطه باعث میشه که من فکر میکنم در جایی که کوروش بدونه این دیدی رو که ما بعداً با شما درباره صحبت کردیم که اجازه میده به افراد با اون دین خودشون دید خودشون یا همه رو برگردونه به سر جاش. طبعا چند کتیبه، این فقط منشور کوروش که نیست، در سیپار هستش، کتیبه دیگه هستش، خود متن نابونید هست، متن نابونید راجب این که همه جا کوروش داره همه چیز رو بر میگردونه اون طوری که باید باشه و اون یک صلح و آرامش و برگشته. من میگم این مقداری به این جهانبینی ایرانی برمیگرده و دید زرتشتی که اهریمن به هر حال نماینده یک درهم برهمی هستش و اورامزدا به هر حال این کلمه آرتا در فارسی باستان و اشا در اوستا به معنی نظم هم هست، درسته؟ و شاه در حقیقت داره همه چیز رو به نظم برمیگرده، اون طوری که باید در جهان بینی ایرانی نظم وجود داشته باشه که درش عدالت هست، داتا، بله در فارسی باستان ما بهش بگیم داتا، همون داد. ایشون دارن اون داد رو برای همه برمیگردونه و دارن یک نظمی رو برپا میکنن، کشوری که نظم داره، کشوری که فرماندهش برای اون ملت یا اون جایی که اومد میکنه یک نظم و آرامش میاره، خیلی مهمه و این میخونه با اون ایدئولوژی ایرانی. خیلی صحبت میشه که حالا اصلا کوروش اصلیت ایرانی بوده یا نبوده و غیره. ببینید هر کسی در این فلات ایرانی هست ایرانیه برای من. سر اسمش ما میتونیم بگیم ایرانی هست یا نه؟ بله بفرمایید. علاوه بر اون خب باز هم
بدون سابقه هم نبوده. ما حتی در همون بین النهرین که شما اشاره فرمودین گوده ها رو داریم در اواخر هزاره سوم، اوایل هزاره دوم، بعد حمورابی رو داره که داریم که بالاخره اونجا هم سخن از قانون حمورابی هست. یعنی بالاخره بدون، وقتی ما کوروش میگیم، کوروش حاصل تجربه کل تمدن بین النهرین، همینطور که فرمودین تمدن ایلامی، تمدن فرهنگ آریایی، یعنی مجموعه اینها رو داره که به خوبی تونسته از اینها استفاده کنه، هم از نظر نظم سیاسی که در کشور برقرار کرد، هم از نظر احترام به همون ادیان و حرمتی قائل بود در ابعاد مختلف. میخوام بگیم حالا ایشون شخصا بناگاه یک فردی حالا پیامبرگونه ظهور نکرد، بالاخره اونم حاصل تجربه چند بیش از هزار سال حداقل بین النهرین با اون تجربه کهنش بود. حالا یک وارد بحث بعدیش بشیم، بحث رابطه کوروش با یهودیان هست که این رو من یادم زمان، چون از اون دانشجوهای انقلابی 57 بودیم، من یادم که زمانی که جشنای 2500 ساله برگزار شد در بزرگداشت کوروش به یک نحوی و محمد رضا پهلوی و سخنرانی معروف رو در پاسارگاد داشت، مرحوم خلخالی که اون زمان جزء خوب نیروهای انقلابی بودن یک جزوه‌ای در واقع نوشتن، کوروش دروغین، بله دروغین و یا بزرگترین جنایتکار تاریخ و یا بیزاده و یا امروز هم این بحث به یک نحوی مطرح می شود، رابطه ایشون با یهودیان یا اینکه اصلا ممکنه یهودی بوده باشد. از این بحث ها که من در این رابطه خوب بارها گفتم، اولا دلیل این که چرا ایشون از این که رابطه خوبی با یهودیان داشته شکی نیست، از این که یهودیان زیادی در دربار منشیان بودن به عنوان سفیر، به عنوان جامدار، حتی همسر خشایار استر به اصطلاح، اینها در واقع مجموعه ارتباطات بسیار نزدیک بود، تردیدی نیست. حالا برای در واقع شنوندگان عزیزی که حالا ممکنه این سوالات رو در ذهنشون ایجاد شده باشه، خواستم یک توضیح بدم به این معنی که خوب وقتی که کوروش بابل رو فتح کرد، میدونیم اینها بیش از 40 سال بود در اسارت بودن، ضمنی که قوم یهود در اون زمان نسبت به سایر اقوام، خب بالاخره از دید ما مسلمان ها هم یک دین توحیدی هست، بله طرف خدای بزرگ اینها هست، و از طرفی از بود جامعه شناسی دینی هم که بگیم، حالا چه ما باور داشته باشیم که مثلا اینها دین خب پیامبران الهی هستند یا به دید دیگر جامعه به اصطلاح مصلحین اجتماعی هستند، این بیانگر این واقعیت هست که در بین این قوم تغییر تحولات عمده ایجاد شده بود که نیازمند این اصلاحات بود. یعنی اینها یک سر و گردن از نظر فرهنگی بالاتر بودن که نیاز بود کسانی برای اصلاح و اندیشه های پیشین بیاد. حالا گفتم سوای این، خب طبیعتا یهودیانی هم که در بابل در اسارت بودن و بعدم که آزاد شدن، آزاد که طبیعتا بابل فتح شد، اونها دیگه اون آزادی رو داشتن و صرفا خاص یهودیان نبود، بلکه سایر اقوام هم دارای همون آزادی ها رو به دست آوردن. ولی خب یهودیان به دلیل همون ویژگی هایی که خدمتون گفتی، منظر فرهنگی، دانش، یک سرگردن بالاتر بودن نسبت به بعضی اقوام، و پارسیان هم بالاخره تجربه زیادی نداشتن، تازه وارد سیستم حکومتداری و کشورداری شده بودن، تجربیات و دانش اینها مفید بود، زمینی که از نظر حالا زیبایی هم خب اینها در سرزمین فرعون و فنیقیه و فلسطین امروز و لبنان و مسائلی که میبینیم، اینها از نظر چهره هم اونایی که میبینیم تو دربار ایران جذب میشن، خب یک تفاوتی داشتن، لذا مجموعه اینها باعث شد که اینها به کار گرفته بشن، در سیستم استفاده بشن. یعنی میخوام بگم یک رابطه بسیار نزدیکی بود و در
ارزم که من بعضی وقتا میگم بپذیریم که کوروش یهودی بود. خوب از این افتخار بالاتر چی هست؟ در زمانی که ادیان ابتدایی هست، بت پرستی به اصطلاح هست، حالا ایشون دین توحیدی داشته باشه، حالا بگذاریم که حالا دین توحیدی که دوچار انحراف شده، به هر حال اگر هم بر فرض ایشون یهودی بوده باشد، هم باز قرار نیست که مثلا با امروز مقایسه بشه. بالاخره یک دین توحیدی بوده که مورد پذیرش هست. لذا از این جهت میخوام بگم که اون نوع رابطه یک رابطه کاملا هوشمندانه بوده، استفاده از توانمندی اینها بوده، هم در دربار خودشون در از دانش اینها در ابعاد مختلف استفاده شده. میخوام بگم این جزء ضعف های کوروش نمیتونه باشه یا بنامنشی، بلکه این جزء نکات مثبت میتونیم تلقی کنیم. حالا وقت نوبت شما باز بدیم برای یک داستانی باز نقل میشه، چون شما ایران تشریف شاید کمتر دارین. داستان پوریم و داستان ماهان، جشن پوریم و داستان ماهان که در تورات آمده، همین بزرگانی که به حساب اهل تاریخ هم هستن، مؤسساتی در ایران دارن، بارها گفتند که یهودیان باعث قتل کشتار چند هزار ایرانی شدن. خب داستان ماهان رو همینجا خواستم یه توضیحی بدم. شاید دلیلش اینها اغلب این رو ناشی از توطئه‌گری یهودیان میدونن که این نقش خباثت آمیز اینها از گذشته بوده و در اون زمان هم این کار رو کردن. حالا من میخواستم یک نمونه تاریخی همینجا بگم برای دوستانی که حالا گفتم شاید کمتر آشنا بودن. ما در تاریخ یک بحثی داریم به نام اهل شمشیر و اهل قلم، بدین معنی که تجربه تاریخی یا تاریخ نشون میده که همیشه اهل شمشیر حکومت ها رو به وجود میارن، حالا از طریق تجاوزگری، کشتار، به هر نحو اینها موفق میشن اهل شمشیر که یک پادشاهی رو به وجود بیارن. ولی وقتی که نوبت اداره کشور میشه دیگه اهل شمشیر خیلی کاربرد ندارن، چون اینها فقط شمشیر رو میشناسن. لذا وقتی که حکومت تثبیت میشه به طور واقعی نیازمند افرادی کاردان هست که دارای دانشی باشن که بتونن کشور رو اداره کنن، و این رو ما در کل تاریخ ایران داریم. این دعوای اهل شمشیر و اهل قلم رو حالا ما بعد از اسلام رو نمونش رو مثلا ترکان میان میزنن میکشن، حکومت تشکیل میدن، بعد وقتی قرار حکومتگری بشه خواجه نظام الملک مثلا همه کاره مملکت میشه، یا جوینی ها یا مغولا میان همین ویرانی رو که به وجود میارن و بعدن که حالا تثبیت شدن میخوان حکومت کنن، باز رشیدین فضلالله همدانی میاد همه کاره مملکت میشه. دیگه دعوایی هست، او طرف مدعی هست من جنگیدم، من کشور رو به ضبط شک دادم، حالا اینا سوسولای مثلا چی از کجا تا دیروز کجا بودن، حالا آمدن کشور رو اداره کنن. در دوره قزلباش ها، دوره صفویه همین مسئله رو داریم، دعوای قزلباش و اهله. حالا میخوام اینم همین در مسئله کاملا در دوره هخامنشیان هم جاری هست. داستان ماهان کاملا بدونی که ما به دین مذهب و یهودیت نسبت بدیم، واقع به داستان دعوای اهل قلم و شمشی باید نسبت بدیم، بدین معنی که پارسیان بالاخره جنگیدن، کشورها رو فتح کردن، سرزمین‌های مختلف رو امپراتوری تثبیت شده. حالا مثلا زمان خشایارشا با این درایتی که میخواد بالاخره برای اداره کشور از نیروهای به اصطلاح توانمندتری استفاده کنه، البته خود ایرانی هم هستن ولی در هر حال از اونها هم نفوذ بیشتری دارن. اینجا هست که مثلا طبق داستانی که در تورات داستان ماهان آمده، اونها تصمیم میگیره ماهان که مثلا یک کودتای انجام بده، یهودیان رو حذف کنه در سراسر کشور، ولی از طریق مردخای و استر که تو دربار بودن با خبر میشن و ضد کودتا در واقع انجام میشه، برعکس میشه. بله، تاریخی
این اتفاق ممکنه این پیش آمد اتفاق افتاده باشه تردیدی نیست، یا ممکنه باشه یا نه. اگر هم اتفاق افتاده باشه میخوام بگم چیز غیر طبیعی نیست، یک امر کلی در تاریخ ایران هست. میخوام برای اون منتقدین عزیزی که میخوام بگم اگر بحث رو میخوان جنبه دینی بدن، میخوام بگم این صرفاً یک بحث کلی تاریخی هست که بارها تکرار شده، تا امروز هم دعوای اهل شمشیر و اهل قلم ادامه داره. در واقع خواستم این توضیح رو حالا داشته باشیم در اینجا. حالا اگه شما فرمایید دارین در همین رابطه در خدمت. بله ببینید، من دیدم درباره رابطه کوروش با یهودیان یه مقدار فرق میکنه، بیشترش همگامه با شما آقای دکتر مکول. ببینید موقعی که بابلی ها میرن از یهودیه جودا میارن یهودیانی رو در بین النهرین یا میان رودان، اینا یهودیان معمولی نیستن، اونهایی که ثروتمند دانا هستن قدرتمند هستن. یعنی با تکان دادن قدرت یهودیان از جودیا به بابل دارن سعی میکنن اونها رو یه جای تحلیل بدن و زیر دست خودشون نگه دارن اونجا رو. کوروش من فکر میکنم کاملا مشخصا این رو میدونه و جوری با اینها باید رفتار کنه که از یک طرف در کتاب مقدس عهد عتیق ازش به عنوان یک منجی نام برده میشه، درسته، و کسانی که در بعدن در دربار هخامنشی هستن و نماینده یهودیان هستن، ازرا یا عزرا که ما میگیم یا نیمایا، اینها هم هستن و اینها چی کار میکنه؟ برای تقلیل دادن قدرت اینها در بین النهرین و همچنین همکاری میگه من پول میدم و شما برین معبد رو بسازین و اونها رو سعی میکنه یه مقدار از تو خود بابل که مرکزی بود که قدرتمند شدن هم تکون بده. یعنی یک نوع کنترله در این واحد و همچنین همکاریه. ببینید به این میگن کشورداری. کشور موقعی که یه دونه صاحب داشته باشه که پادشاهش یا رهبرش درست باشه، مملکت رو اینجوری با این سیاست میتونه حتی قدرتمندتر کنه. شما خودتون میدونین که در الفانتین، در جایی که این پادگان ایرانیان هستش، شما میبینید که خب سربازان یهودی اونجا هستن که رهبر حالا آقای آرشامس که ما الان آرشام تمام آرشیوش رو در آکسفورد داریم و دارن کم کم چاپ میکنن و به آرامی داره این آرشیو وجود داره دیگه، همونطور که میدونیم ما داریم میبینیم رابطه رو که چجوری ما میتونیم مصر رو داریم کنترل میکنن ایرانیا از طریق یهودیانی که باهاشون کمک بهشون شده که هم معبدشون رو بازسازی کنن هم مقداری قدرتشون رو تقلیل دادن در بین النهرین. یعنی یک میگم سیاست خارجی کاملا بریلیان هستش. ببخشید من این در رو باید ببندم. صدای جاربای معذرت میخوام. بله ببخشید. حالا چون آقای دکتر گیلانی مرتب هشدار میده 5 دقیقه بیشتر نمونده، نمیدونم بله و این قطع میشه و من اگر بخوام ضبط کنم این رو برای من ساعت میاد. من به شما میگم که مثلا 2 دقیقه مونده، من دیگه با اجازه اون وقت مرخصم میشم چون بایدم برم. ولی این مثلا یهودیان ببینید این واقعا میگم باعث تأسف باز موقعی که یک گروهی مذهبی که یک تاریخی برای خودشون نوشتن و در اون زیاد کسی خارج از خودشون به زیبایی تصویر کشیده نشده به خاطر که بلای سر یهودیان در تاریخ آورده شده، این یک نفری که کوروشه که ایرانیه و میاد با اینا چنان رفتار میکنه که اون رو با عنوان منجی قلمداد میکنن، ما باید بهش افتخار کنیم به جایی که بیایم خودمون افراد مهم تاریخی خودمون رو خراب کنیم. این واقعا باعث تعجبه. فقط آقای دکتر یک جمع‌بندی خواستم داشته باشیم که من یک دو جمله بگم بعد شما باز نتیجه گیری اگه داشته باشین. سخن باز برمیگرده به همون سخن اول ما که در واقع ما اگر میخوایم در مورد گذشته سخن بگیم اولا باید اون دانش لازم تاریخی رو داشته باشیم، ضمن این که در به طور کلی امروز دنیا کشورهایی که
تاریخ ندارن، در واقع سابقه تاریخی ندارن، دارن برای خودشون تاریخ میسازن. شاید این درست نباشه در زمانی که جوانان ما به شدت به نیازمند غرور به اصطلاح هویت هستن، به جای اینکه ما اینها رو تقویت کنیم بخوایم اینها رو به اصطلاح به اشکال مختلف آسیب برسونیم، اینها رو از فرهنگمون از تاریخمون دور کنیم. من فقط سخنم همین هست که ما بله باید تمام تلاشمون بر این باشه، در این که تاریخ گذشته جنگ و خونریزی و آمدن و رفتن، اون چیزی که مسلم هست حاصل اون مجموعه این ایرانی شده که خوشبختانه تا امروز باقی مونده. هزاران نفر کشته شدن برای این مرزها، برای کشورگشایی یا چه به اصطلاح دفاع از کشور. لذا ما باید تلاشمون این باشه که این تاریخ و فرهنگ خودمون رو حفظ کنیم برای حفظ هویت ملی جهانمون. من کاملا هم دیدم آقای دکتر، آدم با تاریخش باید صلح کنه. ما متاسفانه مدتی هستش که با تاریخ خودمون در نزاع هستیم و باید این مسئله سیاست زدگی تاریخ رو ما یک مقدار حل کنیم. و من میدونم اساتید دانشگاه در ایران سعی در این کار دارن و معمولا متاسفانه خب صدای بعضیا بلندتر میرسیده، اونایی که بیشتر داد و قال میکنن معمولا بیشتر مد نظر هستن. واقعا لازمه که به عنوان یک ایرانی تک تک ما بشینیم تاریخمون رو یک نوعی بخونیم که درش این بد بود اون خوب بود و این نوع میدونید آرا رو کنار بذاریم، ببینیم ما الان در قرن 21 من تو این اوضاع هستیم چجوری به اینجا رسیدیم. افرادی که در طول زمان کشورمون رو به جای سوق دادن که قدرتمند بوده یا پر حالا عزت داشته چگونه این کار کردن، یک نوع درسی میشه. و بعد نباید تیم اینجا بر خودمون تیم درست کنیم، تیم طرفدار این یا تیم طرفدار اون، و بخوایم وقت ما همگی جنگ کنیم و سعی کنیم افراد تاریخی خودمون رو خراب کنیم. این کاملا کاریه که باید کاملا الان دیگه باید کم کم شروع کرد و کنار گذاشت اگر بشه. درست. حالا انشالله میداریم این بحث ها مفید واقع بشه. بله. کاملا بحث تاریخی هست به سوای بحث سیاسی یا جریان فکری خاصی، بلکه فقط ما به عنوان معلم تاریخ وظیفمون همین هست که نشون بدیم که فکت‌های تاریخی چی بوده و این نشون میده که بالاخره ما چنین چیزی داشتیم دیگه، نمیشه این رو بخوام این اختلافات رو دامن بزنیم. صحیح. خیلی خوشحال شدم آقای دکتر مامپور، همچنین آقای دکتر گیلانی، خیلی متشکرم که منو دعوت کردید. آقای دکتر خیلی خوشحال شدم، الان وقتم تموم میشه، خیلی خوشبخت شدم. خدا حافظ شما.